عزیزا سلام و احترام و امید است که جور ساعت من طرفایتان خیر و خیرتی باشه، یک روزه که خوب و خوش را آغاز و ختم بخیر کرده باشید. عزیزای دل احترام ما در قدم اول از الف تا به یا به تمام پرسنل صفحه، از بزرگا تا جوانای صفحه ما و شما، امید است که هر جای هستید جور و ساعت من باشید. عزیزای دل جان سپاس از تکاتک شما بزرگوارا که در برنامه سهمی گرفتید و در قسمت کفترهای زردشیرازی گفتنی های خود داشتید، اوصاف هایی که به یک کفتر خوب می بود که چه رقم خوبی های خود داشته باش که به جمعی یک اوصاف خوب یک کفتر می رفت، صحبت هایی بود. جهان سپاس. عزیزای دل همه رقمی که در برنامه های پیش ما صحبت های خود داشتیم و عزیزای ما صحبت کرده بود و ما جمع آوری شده بود در قسمتی اوصاف یک کفتر که اگر کفتر خوب کدام اوصاف ها را داشته باشه که ما شما در این قسمت تیر کردیم، حالا میفهمیم که یک کفتر بنابر خوبی هایی که داشته باشه یعنی می اوصاف ها باید به این کفتر باشه که ما کفتر را بتانیم صفت بکنیم که ولی این کفتر از اوصاف خوب برخوردار هست. ما شما امروز سر بافت رنگ گپ میزنیم، یک کفتری که تمام اوصاف خود داشته باشه مگر از میساب رنگ خراب باشه. ما گونه های رنگا را که عزیزای ما صحبت کرد، اگر زرد است، اگر سرخ است، اگر سیاه است، هر چی که هست، ما یک رنگی داریم که به نام رنگ خالص یاد میشه. یعنی هر کفتری از رنگ خود برخوردار باشه، از رنگی که اگر نامش میگیریم زرد، باید اونم زرد باشه، یعنی از زردی خود برخوردار باشه. یک کفتر زرد همین رقمی که پیشتر یادآوری کردم، همون رنگ خالص زرد خود باید داشته باشم. دوستای عزیز حال ما و شما میاییم صحبت سرزی میبریم که کدام کفترها را کدام رنگها را ما بتانیم قدم دیگه جوره بکنیم که یک نتیجه خوبی و اصلاحات خوبی را به قسمت رنگ دارم. شوقی گل در قسمت از این که ما کفترکای رنگای سرخ ما جوره میکنیم، اینا را از او ترکیب ما رنگ چه رقم است سر زوم صحبت میکنیم و میایم بخیر سر کفترهایی که رنگ سرخ و زرد باشه که همو اصلاحات درست چیز یا همو بافتی که به قسمت رنگ میگیم کدامشون بیشتر رول را داره. عزیزای دل ما دو دانه کفتر آوردیم رنگ سرخ جوره کردیم، یعنی که ماده ما هم سرخ هم نرم سرخ، و اینو را از این انتظار داریم که چه رقم یک چوچی را بگیریم. اون نرمال است ما سرخ جوره میکنیم، یعنی که انتظار شده داریم چوچی سرخ را بگیریم. چوچکای سرخ میگیریم از او کفتر، اینا را باز چوچای سرخ رنگایشان یعنی که به یک استاندارد رنگ نیست. یک چوچی شینرش هم میگیریم، به اصطلاح از کیفیت رنگ بسیار رنگ خوبی شده داره به خود. یک دونه دیگر هم ما میگیریم، چوچیش هست که رنگ لوشی را به خود داره یا یک رنگ گورگی را به خود داره، و چوچای مادایش هم که هست یک بسیار برنگ بسیار تیز میه، و یک دونه دیگهشی باز هم اونمو شکل گورگی خود داره، یعنی که یا گوره میته یا لوشی میته، یعنی که کیفیت رنگ آورد باز پایان. گفتم که هم در مابین رنگ ها رنگای خامی را به خود میته و هم یک رنگ را میته که از حساب رنگ مشکل نداره. اما چوچایی که میبینیم رنگ خوبی را به خود داره، همون کفتر ها ناخالص است، ناخالصی رنگ به خود داره، یعنی که اگر ما در مرور زمان یا از حساب چیز ژنتیک حساب بکنیم اونا عیبی به خود داره. گفتم که هم در مابین رنگ ها رنگای خامی را به خود میته و هم یک رنگ را میته که از حساب رنگ مشکل نداره، مگر اونمو چوچه ناخالص است، یعنی یک رنگ را میته که ما از او صاحب اصلاح رنگ نمیشیم. دوستا و عزیزای ما میگه که ولی ما یک دو تا کفترکای مثال رنگ سرخ جوره کردیم، مگر همین رنگای سرخ ما هم سرخ میته هم به اصطلاح چیز زرد میته. عزیزای دل ما و شما اگر در قسمت جنسیت کفتر برگردیم، اگر ما و شما یک رنگ سرخ را جوره کردیم، اینا رو ما از رنگ سرخ بیادر یک دانه چیز زرد را میگیریم، ناخالصیت پدر و مادر را نشان میده که یعنی پدر و مادر از اون جنس خالص خود نیست. ترکیب دو تا رنگ دیگه است، اگر چوچه مادر هم ما میبینیم که
همو کفتر همو جوره ساختیم، حساب جنسیت میبینیم چه مادهش یک رنگ زردی را آورد، یعنی که پدر ناخالصی رنگ دارد خود، ترکیب دو رنگ مختلف هسته اعضای دل. اگر میبینیم که نه به چوچه نر هسته که نه چوچه زرد را داد، مادرش ترکیب دو تا رنگ هسته. دوستو عزیز، خواهد سر چیزم صحبت خود داشتیم بخیر، اما تا آیستا آیستا پیش میریم که بفاهمیم که کجا ما خالی صحبت ما برزی هست. میخواییم که وقتی یک رنگی خوبی دلبخواه خود ما باشه، اصلاحات به رنگ بیاریم، یعنی که کفتری که باید از دو رنگ متفاوت گرفته شوه. اما کدام از سال خود ما میگیم سرخ و زرد، اینجا چرا باز اگر چیز باشه چرا با چه خرابی میارم؟ همیشه ایزا ما اینا رو با سر صحبت میکنیم که سر جنسیت میریم که کدام کفتر نر ما از کدام رنگ باشه و کفتر مادی ما از کدام رنگ باشه، که ما بتانیم یعنی که یک رنگ خالصی، یک رنگ اصلاح رو ما به چوچه ها به نظر بگیریم، که یعنی بتانیم سر اصلاحات رنگ ما کار کرده باشیم. دوستای عزیز، ما شما صحبت های خود سر کفترهای سرخ داشتیم، اینا رو میریم در قسمت کفترهای سرخ و زرد میریم. دوستای عزیز، در قسمت ازی که ما کفترها را به رنگ های سرخ و زرد میبینیم، بسیار از یک رنگ های خوبی برخوردار است و میبینیم که همون یک اوصاف دیگر را اضافه کرده به خود، که یعنی پرایشان اگر میبینیم یا مخملی است یا پتی هست، به حال دوستا به صد نامای دیگه یاد میکنم، و اگر میبینیم پرایشان جلادار هست، ما اینا ما شما چه رقم میتونیم کمی کفترها را اگر به جنس زردش هست یا به جنس سرخش هست، ما از کدام جوره کفترها را که ما کدام ها را جوره بکنیم بتانیم که یک کفترها را به دست بیاریم. معمولا رنگای زردای زرد یا سرخ، هر می رنگای چیز بین سرخ و زرد میبینیم کمی پرا ریشه ای اگر هست یا پرا مخملی است، این یا ترکیب زرد و سرخ است. ما یک کفتر سرخ نر را میگیریم قد یک زرد ماده جوره میکنیم، اینا رو از این خواد چی رقم یک چوچای به وجود آمد از قسمت کیفیت رنگ از چیز جنسی، چه رقم یک چوچای رو ما گرفته میتونیم به قسمت رنگ میای میزای دل از حساب کیفیت رنگ چوچای هم به نرش هم به مادهش. اگر ما سرخ هم میگیریم بسیار از یک کیفیت رنگ خوبی برخوردار هست این چوچکا، و اگر رنگی زرد را از ما میگیریم رنگ زردش هم بسیار از یک کیفیت بالای برخوردار است. عزیزان دل، از قسمت جنسیت ما میتونیم که از این رنگ چوچاهای رنگ و با رنگ به دست بیاریم، که یعنی هم از رنگ زرد برخوردار باشه هم از رنگ سرخ. حالا ما میم برعکس مثال امی کفترا را برعکس جوره میکنیم که یک ماده سرخ را داشته باشیم و یک نری زرد را، از این چه رقم یک چوچای را ما میتونیم به دست بیاریم؟ چوچاهایشان به رنگ های مختلف هستن، یعنی هم زرد میتن هم سرخ میتن، و عیبی که برای چوچه ها هستن این چوچکگان نیست به زی چوچه ها از حساب کروموزوم جنسی مادر میگیره و نیست به دیگه شانه نمیگیره، یا نیست به دیگه شانه هیچ دریافت همو کروموزوم جنسی رو نمیکنه. دوستان عزیز، زمین رقمی که ما در گذشته ها صحبت های را داشتیم، چه رنگ های مثال همی چوچه نرش که هسته، چوچه نرش همیشه هم رنگ سرخ میگیره، که یک رنگ کپی که از مادر هست امور با چوچه نر همیشه میتن، و یک چوچه مادهش هم رنگ زرد خود داره، که در دو صورت چوچه ها ناخالص است، یعنی که ما اگر بخوایم مدامی را به حساب چوچه گیری استفاده بکنیم، یعنی اصلاحات به این رنگ آورده نمیتونیم، چوچه ها از رنگ ناخالص است. حال ما و شما میاییم دو دانه کفتر زرد، مثال دو تا زرد شیرازی رو جوره میکنیم که هم نرش زرد است هم مادی ازی زرد است. ما صحبت های خود داشتیم در قسمت ازی که رنگ های زرد، گفتیم که اگر جوره بکنیم اما ضعیفی رنگ به خود میاره، ضعیفی یعنی کفتر بیخی همون تو روشن کرده، ما به مو چیز لوشی که میگیم به مو نزدیک میکنه، یعنی کیفیت رنگ میه پایان میه. همی که فهمیدیم که رنگ های زرد جوره کردنشون کیفیت رنگ پایان آورد، یعنی که زرد به او چیزی که ما میخوایم که از یک رنگ زرد صحبت میکنیم که یک زردی خود داشته باشه، یک براقیت خود داشته باشه، از زرد ما صاحب از رنگ نمیشیم. و اینوری دوستای ما هستن که میگه که بیادر ما کفترها را زرد قذر جوره کردیم مگر یک چوچه ما به رنگ سرخ گرفتیم. اینوری باز دو تا علت داره که مادم یا خود به پیش کدام کفتر دیگه ایلا داده که از رنگ سرخ یادم کفتر خانه هایتی که میبینید به مو خانه شگیری هم کفتر رنگ سرخی داشته قدمو جوره کده بوده که قیرنه قدمو نر خود و قدر سبودم میلیت خود نداشته، یا ای که هست عیزای دل کفترها از رنگ ناخالص است، یعنی کفترها پیشتر ما صحبت شکردیم که کفترها
امو یا پدرش یا مادرش، باز هم امو روی ترکیبات جنسی سعی بکنید که کدام چوچه کدام یک رنگ چیز را به خود آورده، رنگ سرخ را به خود آورده. اونمو کفتر یا پدرش یا مادرش ناخالص است. اگر اینا رو ما رنگا رو به چوچه ها میبینیم که اگر چوچه نرش مثال یک رنگ سرخ را به خود گرفته آورده، میفهمیم که مادی از او یعنی مادر از او رنگش ناخالص است، ترکیبی دو تا رنگ است، یعنی که از جنسیت قد دو تا چیز گد خورده. و اگر میبینیم که چوچه مادیش باز رنگ سرخ داره، یعنی که میفهمیم پدر از جنسش گد است. در قسمت کفترهای رنگ زرد و سرخ سالها پیش بعضی از دوستا بود که قدشان اونا امی شعارش برزی بود که کفترهای رنگ زرد قه زرد بزنید، سرخ قه سرخ بزنید، به اصطلاح امو اصلاح رنگ خراب نشوه. و من موافق نبودم قدر از پیام شوقی ما. حالا همه رقمی که ما شما میفهمیم در قسمت کفترهای افغانی کدام مرجعی نیست که یک چیز را قید کرده باشه که ما از روی از امو بخانیم و یا از روی امو بیاموزیم. پس ما چیکار کردیم؟ رفتیم از کشورهای دیگه در هر قسمتی چیز کفتر توضیحاتی داره، تاریخچه‌ای نوشته شده، یعنی که رفتم امو چیز از دوره خواند و قسمت رنگ تاکید از اونا برزی بود که کفتر کوشش بکنیم که رنگ زرد قزرد نزنیم، زرد و سرخ یک جای جوره بکنیم. خب وام به مو قسمت چیز خودش که کدام کفتر باید نر باشه، کدامش نباشه. اگر ما بتانم در این باره تصاویرهای به صفحه شیر بکنم و امی اسنادی را که امروز ما و شما وقتی یک گپ را میزنیم میگیم چی اسنادی، به اصطلاح با چی اسنادی ما یک گپ را میزنیم، چیز نهایی بر از اون معلوم باشه که بیادر همین چیز واقعیت داره و شما میتونید که برید سرچ کنید، برید سرچ کنید، بگردید در قسمت رنگا بخوانید که چه رقم رنگا به وجود آمده. ما و شما کسیم در غیر از این که به اصطلاح شوق کفتر هم میکنیم، همون مقبولی و زیبایی کفتر هم سرش کار میکنه. همین رقمی که ما و شما میفهمیم سالها پیش شوقی ها را ما به این صفحه جمع آوری کردیم و از طریق از این صفحه صحبت های بود. خب در قسمت یک قسمتش کمی درباره کفترهای سرخ و زرد بود. آله به هر نسلی فرق نمیکنه که شیرازی و نمیدونم جنس پتین و گپا باشه، هدف روی رنگ بود. گویا که شوقی ها موافقت نمیکرد، میگفتن که بیادر همه رنگ زرد باید قد زرد بخوره، سرخ قد سرخ بخوره. امروز اگر ما بتانم یک اسناد را قد شما عزیزا با اشتراک بذارم که خودتان به زبان خود ترجمه بکنید. یه چیز نیست که من خودم نوشته کرده باشم، شما میتونید که به اینترنت سرچ بکنید و در قسمت آگاهی به رنگ برد بخوانید. افغانستان همی رقمی که ما و شما به جریان هستیم میفهمیم عزیزای دل افغانستان کدام جایی، کدام تاریخی، کدام چیزی به قسمت کفتر نامده که به اصلاحاتش آمده باشه، به پیدایش آمده باشه که ما بتانیم امو از روی امو یک چیز را بیاموزیم. پس چیکار میکنیم؟ میریم به کشورهای دیگر، از کشورهای دیگر که درباره هر رقم حیوانات تمام مشخصات چه نوشته کرده، مثل که چند وقت پیش یا چند ماه پیش بود که همین بحث را ما به صفحه داشتیم. یک شوقی محمد گفت که ولی زردایی که پیش فلانی شوقی بود او به دنیا نیست، یعنی که مدت چندین سال پیش گویا که پیش یک شوقی ما بسیار زردای خوب مقایم بودم، مگر پیدایش از رنگ تا امروز کسر نفهمیدم که او کفتر چه رقم یک کفتر بود یا چه رقم قد کدام جوره شده بود که او رقم یک اصلاح رنگ او عزیز ما میتونست که از کفترها چوچه بگیرم. امروز ما شما هم خب کفتر نگاه کردیم، تو بر ما کلگی ما پیش آمده که زرد قزرد زدیم نتیجه خوبی رو نگرفتیم، یا سرخ قزرد زدیم نتیجه خوبی رو نگرفتیم، یعنی که اصلاحات به کفتر نامد، بهتر رنگ خرابتر شده رفت، یا به خود سیاهی آورد یا گورگی آورد و یا به هر رقم رنگای ضعیفی آورد، یعنی که اصلاحات رنگ ما تا امروز نتونستیم سرش کار بکنیم. جمع شدن ما و شما به این صفحه به یک چیز آگاهی هست، آگاهی به قسمت شوق ما، یک چیز را بیاموزیم و یک چیز را که یاد داریم بیاموزانیم. شوقی ما هست، یک در نو شوقی است، یک در سالها را شوق کده، یک در تجربوی صحبت میکنه، یک در علمی صحبت میکنه، کلگشان قابل قدر است. چی شوقی که یک روز شوق کده باشه
و چی شوقی که 100 سال شوق کرده باشه. هر دو تایشان نور چشمای ما هستن. ما بحث های دهی صفه داشتیم. بحث های ایزای ما در قسمت ژنتیک صحبت نکردن. یک شوقی ما میگفت ولی ژنتیک شما مربوط به کفترهای افغانی نمیشه. ژنتیک شما یعنی مربوط به کفترهای خارجی هست. دوستای از شوقی های گل کفتر کفتر از کدام فرق نداره. شاید راسش فرق بکنه یا مو نژادش فرق بکنه. اگر در قسمت اصلاحات میاییم ما به اصلاحات یک کفتر افغانی از کفتر خارجی استفاده میکنیم. تا امروزی که اصلاحات را میگیم در افغانستان امیالی که ما کفترهای وطنی خودم میبینیم خیلی جنسایشان گرد شدن. برای چی؟ برای اصلاحات. اصلاحاتی از کفتر بیگانه. اصلاحاتی هستن که کفترهای غیر افغانی را میک ساختن. اصلاحاتی با سر روی کفتر آورد، با قد و بستش آورد، با پایش آورد. کفتر خارجی برای اصلاحات ما خوبیت خود داره، فایده خود داره. مگر در قسمت ژنتیک که میایم میگیم نه، ژنتیک مربوط به ما خارجی ها میشه. کفتر کفتر عزیز دل، گفتم فقط یک نژاد شاید فرق بکنم. اگر در قسمت رنگ صحبت نکنیم، این رنگ و رنگ نداره. در صورتی که ما میتونیم اصلاحات کفترهای افغانی را از خود کفترهای افغانی بسازیم، یعنی که زحمت را در کار داره، یک کمک آگاهی، یک کمک معلومات. حال متاسفانه که شوق همین قدر روی به خرابی رفته که یک رقابت شده. یک دوست محمد یک چیزی را گفت و یکی دیگه میه یک تفسیر دیگر را سرش میکنه، اونمو دیگه خفه میشه که گپ تو غلط، گپ من نمیدونم، یک گپ چیزی تاییدی هست. رقابتی به این شوق شده، برازی نشده که ما شوق را بتانیم اصلاح بسازیم. تمام چیز خارج خوبش میشه، در قسمت نمیدونم چیزی که باشه باز میگه دعا خوبش نیست. عزیزای دل کوشش بکنیم که از این گپا یک استفاده درست را ببریم. بهترین رنگ ها هست به این کفترها هست، یعنی همین مردم سالهای سر از این کفترها کار کرده، در هر قسمتش آگاهانه کار کرده، نقطه به نقطه کار کرده. دوستای نازنین، در قسمت رنگ گفتنی های بسیار زیاد است، چون وقت زمان زیق است. و تا برنامه این دیگه که در خدمت شما نازنین باشم، شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتان. تشکر میکنم از جناب انجینر صاحب سید اسد موسوی که صحبت های بسیار عالمانه و خوبی را داشت و برنامه را بسیار خوب به پیش برد و یک چیزی را ما هم آموختیم. یک جهان سپاس بیادر گل. و از جناب ادمین خود خواهش میکنم که سفر بر روی دوستا و عزیزای ما دوباره باز کنه که عزیزا شوق خود کنه. زنده و سلامت باشین، وقت خوش عزیزا داشته باشین.